بسم الله الرحمن الرحیم ما در درس 43 تجوید خود قرار داریم در دا این درس ما میخواییم که انواع ادغام شرح کنیم به صورت خلاص گفتیم میگیم که ادغام به دو کتگوری تقسیم میشه یکی ادغام صغیر و ادغام کبیر و ادغام صغیر باز به با سه گروه دیگه تقسیم میشه ادغام مثلین یا متماثلین، دوم متجانسین و سوم متقاربین ادغام صغیر ادغام را میگن که ساکن حرف ساکن به حرف متحرک داخل شوه و ادغام کبیر ادغام را میگن که حرف متحرک به متحرک داخل شوه که باز ایره ما در درس بعدی میخوانیم ادغام مثلین یا متماثلین او ادغام را میگن که دو حرف از یک فامیل که عین چیز است به هم ادغام شوه یادتان باشه ادغام مثلین یا متماثلین از یک فامیل نون به نون میم به میم دال به دال مثالش را کنین نفس عن نفس نون به نون در آمد داخل شد ادغام شد فی قلوبهم مرض فزادهم میم به میم ادغام شد وقد دخلوا بالكفر دال بدل داخل شد و در هر باری که ادغام مثلین مت، یا متماثلین میشه حرف متحرک مشدد میشه و یادتان باشه وقتی که ما میگیم حرف ساکن و متحرک در بین دیگه هیچ یک حرف نباید باشه هیچ چیزی در بینش نباشه که بگی که الف اضافه است یا اضافه یا امزه اضافه چیز باید نباشه در غیر از باز نمیشه ادغام متجانسین ادغام را میگن که دو حروف از یک ولایت باشه یعنی از یک مخرج باشه مثال پیشتر ما گفتم که ادغام مثلین از یک فامیل باشه ادغام متجانسین از یک ولایت باشه و ادغام متقاربین از یک مملکت باشه ادغام متجانسین در صورت که دو حروف از یک مخرج باشه مثلا ما قبلا در مخارج خواندیم که حروف دل، ت، تو ای از یک مخرج است حروف ث ذ و ظ ای از یک مخرج است و حروف میم و با از یک مخرج است یا مثال های شما اینجا بر شما آوردیم سعی کنین قد تبین الرشد ما قد نخواندیمش و دل نخواندیم و ت خواندیمش به خاطر که دال ما چلی پا کدیم و در داخل حرف تای متارک داخلش کردیم و مثال دیگه ایش تایی کنین این بسط ایلی یدک حرف تا را بخیش نخوندیم و مثال دیگه ایش تایی کنین او تت رکوهو از ذالک حرف ثاره ایج نخواندم، دیواز ث ما حرف ذ چی کدم متحرک و مشدد مشدد کردیم و مثال آخرش اینجا سی کنین یا کم معنا حرف بر ما در ادغام کردیم با مشدد ای سرچپی اقلاق است خوا میریم سر ادغام متقاربین ادغام متقاربین گفتیم دو حروف که از یک مملکت باشه که یا یکی در مخارج با هم نزدیک باشن یا یکی با در صفات با هم نزدیک باشن یا یکی در زبان با هم نزدیک باشن یا یکی یا در رسم رواج نزدیک باشن همین یادتان باشه ادغام متماثلین در از یک فامیل ادغام متجانسین دو حروف از یک ولایت و ادغام متقاربین دو حروف از یک مملکت مثلا قاف و کاف لام و را و نون امرای حروف یرملون ای چی میشه؟ ادغام میشه در مثال سعی کنین نخ لق کم نوشته شده و وقتی که ما میبینیم حرف قاف ای سکون است و پشت سرش حرف کف آمده ای اما فرمول بالا که ما گفتیم ادغام صغیر ساکن جمع متحرک و ای مخارجشان ای, ای با هم نزدیک هستن لحاظا وقتی که ما ای تلفظ میکنیم قاف بیخی نمیخوانیم در یوز قاف ما کاف مشدد میکنیم چی رقم میخوانیم میگیم که علم نخ لک لَكُمْ مِنْ میریم دیگه مثالش دایی کنین دا بل ربکم لام سکون است و را حرکت داره لام بیخی داخل را داخل میشه بخاطر که لام سکون است و را حرکت داره و ای از یک با ای حروف ها به حساب ادغام متقاربین میشه كي رقم ميخانمش قال بر ربكم رب السماوات والأرض ومثال آخر شخص ما دار نون ساكن وتنوين دا يرملون خونده بوديم كي ميگم كي ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء خواه ايه بود ادغامي مثلین یا متماثلین که از یک فامیل بود ادغام متجانسین که از یک ولایت بود یعنی که در مخرج نزدیک بودن و ادغام متقاربین یعنی که دو حروف از یک مملکت بودن که در مخارج و صفات نزدیک بودن این هم سیاست ادغام این هم فامیدن که چی رخم خود جمع نگاه کنن اینجا یک مثال دینی بالا ما در درس های گذاشته خوانده بودیم دینی بالا دی چوکات در دست چپ بالا اینجا من نشته کردیم و قیل من راق ما در بین سکته میکنیم سکته را ما گفتیم به خاطر که ما نمیخواییم که نون ساکنه که را یک جا کنیم این متوجه باشیم از او خاطر سکته را آوردن اینجا و در دیگه جا کل ران ما اگر, اگر مسکتر را پس کنیم قانون از نگاه می ادغام ما باید لام سکون امرای را یک جا کنیم اما چون نمیخوایم که یک جا شوه لحاظا ای را در اینجا سکتا وردن که سکتا کو که در غیر از او باز معنا تغییر میکنه این را ما در درس های گذشته خوانده بودیم و الحمدلله ما تانستیم که امی ادغام صغیر و کبیره و انواع صغیره که گفتیم سه نواس ادغام مثلین متجانسین و متقاربین که از یک فامیل از یک ولایت و از یک مملکت در مخرج و صفات یا مشترک هستند و یا یکی هستند ایره ما تانستیم که شرح کنیم و در اینجا ما سو از, سوره، از صورت البقره آیت 13 میشه نوشته کردیم ایره برای شما میمانم که خودتان ایره پرکتیس کنین و احکام ازیره مثل که ما در درس قبلی احکامش نوشته کرده بودیم همین رقم شما ای را احکام میم ساکن نون ساکن و ادغام همین چیزایی که ما تا خواندیم همین احکام شما ای, ای پیدا کنین و پرکتس کنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته